من از روبروی ساختمان رادیو و تلویزیون CBC کانادا با شما صحبت می کنم، جایی که تعدادی از ایرانی ها تصمیم گرفتن مقابل این ساختمان یک تجمع اعتراضی برگزار بکنن. اونها از رسانه های کانادایی می خوان که نسبت به اعتراضات داخل ایران توجه بیشتری نشون بدن. آنها این محل را انتخاب کردند، ساختمان رادیو و تلویزیون CBC، یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های تورنتو. به نظر ما جوری که به خصوص شبکه‌های انگلیسی زبان توی دولت‌های غربی باید روی دولت‌ها فشار می‌آوردن تا حرکات تا تصمیمات مهمی گرفته بشه، اقدامات مهم و تاثیرگذاری برای توقف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ بشه، این اتفاق نیفتاده. ما اعتراض داریم به این سکوت، به این سکوتی که از سمت دولت غربی میاد و مجوز کشتار رو به جمهوری اسلامی میده. آنها دستهای خود را به صورت سمبولیک قرمز کردند تا نمادی باشد از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران. من اومدم اینجا تا صدای تمام خواهر و برادرای تو ایرانم باشم که با سن کم رفتن فقط و فقط برای یه چیز، برای حق آزادیشون. من اومدم اینجا به خاطر اینکه شاید توی ایران صداشون رو ببرم، ولی ما اینجا سکوت نمی کنیم. اونا صدای خیلی خوبی دارن ولی ما بلندگوی اونایم. تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم در این اعتراض نمادین شرکت کردند و تصویری از 28 کودک کشته شده در هواپیمای اوکراینی را در دست داشتند. این در حمایت از خیزش مردمی ایران هست، در حمایت از عزیزانی هستش که در ایران به خیابونا میان و اینجا اومدیم که یک ساعت سکوت کنیم و بگیم که ما در کنار اونا هستیم. نه تنها خانواده دادخواه، دانشجویان اینجا در کنار اونا هستن، تمام مردم دنیا در کنار اونا هستن و اونها تنها نیستن. به امید پیروزی. درسته ما خارج از ایران هستیم ولی ما لحظه لحظه دلمون اونجاست و امیدواریم که هرچه زودتر بتونیم این رژیم سرکوبگر بشری رو ما بتونیم از بین ببریم. با اینکه دولت کانادا نسبت به اتفاقاتی که در داخل ایران داره رخ میده واکنش نشون داده، ولی کسانی که پشت سر من ایستادن معتقدن که این واکنش ها کافی نیست و خواستار حرکت های جدی تری هستن. بهرنگ رهبری، خبرنگار آزاد، تورنتو کانادا.